با بالا گرفتن تب ویروس کرونا در کشور، پویش‌ها و حرکت‌های خودجوشی از جانب اهالی فرهنگ و هنر به راه افتاده است تا در روزهای طولانی ماندن در خانه‌ها همراه مردم باشد. پویش تندرست باشه ای ایران یکی از این پویش‌هاست که مؤسسه خانه کتاب با همکاری خبرگزاری کتاب ایران ایبنا آغاز کرده است. در این پویش از اهالی فرهنگ و هنر دعوت شده تا پیام‌های صوتی خود را با مردم به اشتراک بگذارند. اهالی فرهنگ در این پیام‌ها که با هشتگ تندرست باشه ایران و با کتاب کرونا را شکست می‌دهیم که در فضای مجازی منتشر می‌شود، سعی دارند همدلی خود با مردم را در روزهای کرونایی بیان کنند. دوباره چلچله می‌آید. دوباره پنجره می‌خندد. و از کنار درختان سکوت خواهد رفت. اما تا اون نتوانست تاریخ را متوقف کند، به گمانم کرونا نیز ناتوان از آن است که زندگی را از جریان بیاندازد. من یه دونه بازی واسه‌تون دارم. هم بازی هم خوبه، علمی هم هست. کتاب بخونیم، خیلی خوبه. پویش واکسینه با کتاب که به همت فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود، تلاش دارد با معرفی کتاب‌های مختلف در حوزه‌های آموزشی، علمی، اجتماعی، کودک و نوجوان شرایطی را فراهم آورد تا بهترین استفاده از تعطیلات را داشته باشند و در ایام قرنطینه کرونا به کتاب خواندن بپردازند. در فراخوان این پویش آمده، فکرش رو بکنید اگه سرعت کتابخون‌های شهر ما مثل ویروس کرونا زیاد بشه. این پویش رو با هشتگ واکسینه با کتاب در اینستاگرام دنبال کنید. این روزهایی که مادرها دارن به طرز عجیبی دست و پنجه نرم میکنن و بچه ها سرگله میزنن، شاید معرفی این کتاب خالی از لطف نباشه که از شیوه های فرزند پروریشون برای شما گفتن. و در واقع فکر میکنم بچه مشترک همه این مادرها این باشه که دارن تلاش میکنن که از فعالیت اجتماعیشون دور نشن و بتونن در واقع نقش مادریشون رو در کنار فعالیت اجتماعیشون حفظ بکنن. حالا ماجرای این مجموعه چیه؟ یه دختر بچه اینجا ما داریم به نام گدون که تقریبا 6 سالشه و به تازگی یه برادر کوچولو نصیبش شده که البته از این اتفاق خیلی خوشحالم نیست،